اعمال فصل ششم. در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می شد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبرانی زبان شکایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه بیوه‌زنان یونانی زبان از نظر دور می مانند. پس آن 12 رسول کلیه شاگردان را خواستند و گفتند: شایسته نیست ما به خاطر رسانیدن غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمانیم. پس ای برادران، از میان خودتان 7 نفر از مردان نیک نام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنان را مامور انجام این وظیفه بنماییم، و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خدا خواهیم نمود. این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استفان مرد پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پروخروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیکولاس را که قبلا به دین یهود گرویده و اهل انتاکیه بود برگزیدند. این عده به رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر سر آنان گذارده برای آنها دعا کردند. پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به مسیح را پذیرفتند. استفان پر از فیض و قدرت به انجام معجزات بزرگ و آیات عظیم در میان قوم یهود پرداخت. تعداد از اعضای کنیسه به نام کنیسه آزادگان، مرکب از قیروانیان و اسکندریان و همچنین اهالی قلیقیه و ایالت آسیا پیش آمدند و با استفان به مباحثه پرداختند. اما استفان چنان با حکمت و قدرت روح سخن می گفت که آنها نتوانستند در برابرش استادگی نمایند. بنابراین چند نفر را وادار کردند که بگویند: ما شنیدیم که استفان نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز می گفت. و به این ترتیب آنها مردم و کلانها و ملایان یهود را تحریک کردند و بر استفان هجوم آوردند و او را دستگیر نموده پیش شورا بردند و چند نفر شاهد دروغی را آوردند و آنان گفتند: این شخص همیشه برخلاف این مکان مقدس و شریعت موسی سخن می گوید، زیرا ما با گوش خود شنیدیم که او می گفت عیسی ناصری این خانه را خراب می کند و سنتهای را که موسی به ما سپرده است تغییر خواهد داد. در این هنگام اما اعضای شورا که طرف استفان می دیدند که صورت او مانند صورت یک فرشته می درخشید.